مراسم افطار بین ادیانی در میسیسوگا واقع در ایالت آنتاریوی کانادا برگزار شد. این سومین سال متوالی است که مرکز اسلامی آناتولی میزبان مراسم افطار با عنوان طعم رمضان است. عاصم خوجه رئیس این مرکز در سخنرانی خود گفت: همه ما در یک سرزمین، یک زندگی و یک آینده سهیم هستیم و ثمره کاری که امروز می‌کنیم متعلق به کودکان ما در آینده خواهد بود. و همچنین درباره نیاز به اتحاد پیروان ادیان در شرایطی که با عادتگاه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد و نفرت پراکنی در حال افزایش است سخن گفت. رهبران مسیحی، یهودی، هندو و سیک در این برنامه درباره آداب روزه‌داری در دین خود سخن گفتند. کشیش الکس ویلسون از تجربه خود از روزه‌داری سخن گفت و حضار را ترغیب کرد که با ادیان و جوامع دیگر تعامل داشته باشند و ببینند آنها چگونه در زندگی روزمره دین را به کار می‌برند. مایکل لوبلین از رهبران یهودی گفت: تفاوتی میان انسان‌ها وجود ندارد. همه ما بندگان خدا هستیم. به افزود ما باید به عنوان بندگان خدا در کنار هم بایستیم و با نیروهای شر که نیروهای خیر را تهدید می‌کنند مقابله کنیم. این مراسم با تقدیر از افرادی که در زمینه‌های مختلف خدماتی به جامعه عرضه کرده‌اند به پایان رسید.